به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ راه اندازی محیط کد نویسی. برای راه اندازی یک محیطی که توش بتونیم کد بزنیم، لازمه که ما یک نرم افزار IDE نصب بکنیم. IDE مخفف Integrated Development Environment. خب فارسیش که همونجور بالا مشخصه، محیط یک پارچه یه توسعه یا کد نویسی. اما مفهومش چیه؟ ببینید بچه‌ها، ما برای اینکه کد PHP بنویسیم میتونیم با یک نودپد ساده هم کار خودمون رو راه بندازیم، یا نهایتا بریم سراغ نرم افزار نودپد پلاس پلاس. اما این نرم افزارها یک پارچه نیستن. یعنی چی؟ یعنی که برای کارهای جانبی که میخوایم انجام بدیم باید بریم سراغ نصب نرم افزارهای دیگه. مثلا من تو نودپد پلاس پلاس کد میزنم، اما برای ارتباط با دیتابیسش باید برم سراغ یک نرم افزار جانبی، یا برای اینکه من پروژه رو روی سرور بفرستم باید برم سراغ یک نرم افزار جانبی، یا مثلا پروژه رو بخوام روی گیت مدیریت بکنم یک نرم افزار جانبی باید نصب بکنم. خب همه این نرم افزارها در کنار همدیگه باید نصب بشن که من بتونم کار خودم رو به عنوان توسعه دهنده انجام بدم. اما نرم افزارهایی ساخته شدن که همه این امکانات رو در دل خودش داره، یعنی علاوه بر این که میتونیم باهاش کد ادیت بزنیم و ویرایش بکنیم، خب خودش میاد توی پروژه‌مون دور میزنه، تمامی توابع متغیرها رو شناسایی میکنه، به ما میگه، پارامتراشو به ما نشون میده. بعد از اون طرف اگر خطایی داشته باشیم، خود این IDE یا این نرم افزار محیط یک پارچه توسعه میاد خطاهاشو به ما میگه، میگه آقا اینجا خط فلان خطا داری، اینجا مشکل فلان داری، و اینها رو به ما میگه. یا مثلا برای ارتباط با سرور ما میتونیم خیلی راحت از درون همون نرم افزار پروژه خودمون رو روی سرور ارسال بکنیم. یا مثلا برای ارسال پروژه روی گیت ما میتونیم از همون نرم افزار استفاده بکنیم و پروژه رو روی گیت بفرستیم یا آخرین تغییرات رو بگیریم. و کلی امکانات دیگه‌ای که ما لازم داریم رو این نرم افزار به صورت یک پارچه در اختیار ما قرار میده و نیازی نیست ما نرم افزارهای مجزا بیاریم نصب بکنیم. نه، خود این نرم افزار اینتگریتد، یعنی یک پارچه است، همه اون نرم افزارهای مورد نیاز رو در دل خودش داره. این مفهوم IDEه. مثلا ما PHP استورم رو داریم که برای PHP خیلی تخصصی و سنگین کار میکنه و خیلی نرم افزار حرفه‌ای است. برای اندروید ما اندروید استودیو رو داریم که در درون خودش هم گیت رو داره، هم امیولیتر ها رو داره، هم کد نویسی رو داره و کلی موارد دیگه‌ای که کاری بهش نداریم. اما می‌خوایم بریم سراغ IDE. ببینید IDE های مختلفی رو ما در حوزه وب یا در حوزه‌های دیگه کد نویسی داریم. اما دو تای معروفش که خب خیلی برای PHP مورد استفاده قرار می‌گیرن، یکی نرم افزار PHP استورم مال شرکت JetBrains که خیلی نرم افزار قوی و فوق‌العاده‌ایه، ولی خب یکم این که سنگینه، یعنی اگر اون سیستم پیشنهادی مثلا 16 گیگ رو رعایت نکرده باشین و مثلا درایوتون SSD نباشه کمی اذیتتون میکنه، ولی خب اگر SSD داشته باشید برای درایو سیستم عاملتون و همچنین رم 16 رو رعایت کرده باشید و اون پردازنده‌ای که گفتم، هیچ مشکلی از این بابت شما نخواهید داشت. خب یک نرم افزار تخصصی و قوی خب رایگان نیست، باید کرک بشه این PHP استورم. و نرم افزارهای دیگه‌ای که در واقع محبوب هستن و معروف هستن ویژوال استودیو کده. بچه‌ها اینو دقت بکنید که ویژوال استودیو با ویژوال استودیو کد زمین تا آسمون متفاوته ها. اون کارش چیز دیگه است، این کارش چیز دیگه ایه. خب ببینید این دو نرم افزار هر دوشون کراس پلتفرمن، یعنی هر دوی اینها هم برای مکینتاش، هم برای ویندوز و هم برای لینوکس در دسترسن و میتونید نصب بکنید. اما ما از این بین میاییم سراغ ویژوال استودیو کد. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه اولا رایگان بودن و مشکلات کرک رو نداره. ما خیلی راحت میتونیم آخرین نسخهش رو دانلود کنیم و نصب بکنیم. خب سبکی هم هست. منتها توجه به نیازی که دارید میتونید اکستنشن نصب بکنید که امکانات ویژوال استودیو کد خودتون رو بسته به نیاز خودتون ارتقا بدید. و اما گزینه دوم هم سبک بودنه دیگه، برای سیستم‌های ضعیف‌تر میشه از این استفاده کرد. پس بریم سراغ دانلود و نصب ویژوال استودیو کد. پس ما اینجا PHP استورم رو نصب نمی‌کنیم، اما اگر شما دوست دارید و PHP استورم می‌خواید کار بکنید، هیچ ایرادی نداره، میتونید از PHP استورم هم
استفاده بکنیم. ولی در آینده غالبیت کاری که ما انجام میدیم در این دوره با VS Code خواهد بود، اما سعی میکنیم ویدئو یا ویدئوهایی را هم در خصوص کار با PHP Storm برای شما دوستان قرار بدیم حتما. خیلی خوب، من اینو میبندم و میرم سراغ دانلود و نصب نرم افزار VS Code. خیلی راحت بچه ها میتونیم بریم توی گوگل و VS Code رو اینجا جستجو بکنیم. اولین سایتی که میاد دقیقا سایت code.visualstudio.com که سایت رسمی ویژوال استودیوه، البته ویژوال استودیو کد، خب ویژوال استودیو اشتباهه، ویژوال استودیو کده که من میتونم آخرین نسخه رو از اینجا دانلود بکنم. اینجا خودش برای من پیشنهاد میکنه که برای ویندوز، چون سیستم عامل من ویندوزه، اگر سیستم عامل دیگه ای داشتم میتونم این فلش رو بزنم و سیستم عامل مک، ویندوز یا لینوکس رو انتخاب بکنم. من همین ویندوز رو انتخاب میکنم برای دانلود، ثبت میکنم که خودکار لینک دانلود برام میاد و اینجا شروع میکنم به دانلود کردن. اگر هم میخواین از سایت های فارسی آخرین نسخه رو دریافت بکنید، میتونید برید سایت soft98.ir و از این قسمت بالا جستجو بکنید. اون تا اگر VS Code جستجو میکنید اینتر بزنید که اینجا نتیجه رو به شما نشون بده، یا اگر هم جداگانه دارین جستجو میکنید اینجا بزنید Visual Studio. اولین گزینه VS Code. بچه‌ها این Visual Studio Code با ویژوال استودیو زمین تا آسمون متفاوته، هم از لحاظ حجمی و هم از لحاظ کارکرد زمین تا آسمون متفاوته. اشتباه دانلود نکنید، حجم وی اس کد کمتر از 100 مگابایته که انجام من میتونم کلیک بکنم و اینجا ببینم مثلا حجمش 97 مگابایت دیگه، اولوش 100 مگابایت، حالا ممکن دو روز دیگه بیشتر هم شده. خب اینجا وی اس کد من در حال دانلوده و دانلودش تموم که شد شروع میکنه به نصب کردن. نصبش بچه کار خاصی نداره، من کلیک راست میکنم اینجا اوپن رو میزنم و میرم برای نصب، با شرایط موافقت میکنم نیکس، مسیر پیشفرض رو همین چیزی که هست میذارم و خب درایو سی من همون درایو SSD من هست که باعث افزایش سرعت کار با این نرم افزار میشه و نیکس، دوباره نیکس. و اینجا بچه ها خب اگر نمیدونید که همه تیک ها رو بزنید، پیشنهاد من اینه، گزینه Open with Code برای فایل و برای دایرکتوری. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من توی یه فایل دارم کلیک راست میکنم میتونم مستقیماً با VS Code بازش بکنم اون فایل رو، یا زمانی که من یه پوشه دارم میتونم روی فضای خالی پوشه کلیک راست بکنم و کل اون پوشه رو توی VS Code باز بکنم. نیازی نیست برم با خود ویژوال استودیو کد اونجا فایل اوپن بعد فولدر انتخاب بکنم، نه، بلافاصله هر فولدری که لازم دونستم کلیک راست اوپن وید کد، تمام. پس اینها باشه ترجیحاً، شورت کاتش هم اینجا باشه، نکست رو میزنم و اینستال میزنم، ساب میکنم که نصب من اینجا انجام بشه، مسیر نصبش هم که اینجا دارید میبینید. خب نصب که شد ما اینجا تیکش رو میزنیم که مستقیما اجرا بشه، اینم شورت کاتشه و فینیش. این هم ویژوال استودیو کد ما که نصب شد. خب محیطی که اینجا میبینید، حالا دیگه فعلا نصبش، حالا محیطش رو یک توضیح جداگانه باید خدمتتون بگم، حالا در طول پروژه هایی هم که اینجا انجام میدیم یا در طول یادگیری نکات ریز و درشت ویژوال استودیو کد رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. حالا که تا اینجا اومدیم یه کار دیگه هم اینجا میخوایم انجام بدیم. ببینید بچه ها، VS Code از PHP پشتیبانی میکنه. خب یه سری پیشنهاداتی رو به ما میده، یه سری امکاناتی رو داره، اما ما میتونیم امکانات خیلی بیشتری برای PHP و پروژه هامون توی VS Code داشته باشیم. VS Code سبکه چون همه جوانه رو در نظر نگرفته، ولی میتونیم برای هر کدوم از کارهایی که خواستیم اکستنشن نصب کنیم. اکستنشن چیزیه که نصب میشه و امکانات این VS Code رو افزایش میده. حالا برای پروژه PHP یه اکستنشن ما میخوایم اینجا نصب بکنیم، میریم سراغ گزینه اکستنشنز و اینجا میتونیم جستجو بکنیم. حالا من میتونم این رو بزرگترش بکنم و میتونم اینجا جستجو بکنم اکستنشن های مختلف، مثلا اکستنشنی که ما اینجا لازم داریم رو جستجو میکنیم، PHP رو جستجو میکنیم ببینیم چی به ما پیشنهاد میده. یه اکستنشن هست که به نام PHP Intellifence. خب این رو ما میخواییم نصب کنیم، 11 میلیون، بیش از 11 میلیون نصب داشته و ما این رو اینجا کلیک میکنیم و اینستال میزنیم که این برای ما نصب بشه و امکانات
چی رو به ما بده؟ امکانات PHP داخل VS کد ما رو ارتقا بده. خیلی خب، این انجام شد و نصب شد. اما یه پیشنهادی که توی مستندات این اینتلیفنس یا این اکستنشن PHP برای VS کد وجود داره اینه که ما بیایم و اون PHP که تو کار توی خود VS کد بوده رو اونو غیر فعال بکنیم. خب باید چجوری غیر فعالش بکنیم؟ بچه کافیه یه علامت ادساین بزنی و بگین بلتین. خب اینجا تمامی PHP هم بزنم، تمامی کتاب خونه هایی که یا تمامی اکستنشن های توکاری که خود VS کد داره رو به ما نشون میده و از بین اونا PHP رو جستجو میکنیم. این دقیقا همون چیزیه که خود VS کد به صورت پیشفرض داره و یه سری امکانات کوچیک به ما میده که ما این رو دیگه نمیخوایم، کلیک راست میکنیم و این رو غیر فعال میکنیم. تمام. پس چی شد؟ ما مرحله اول اکستنشن PHP IntelliFence رو نصب میکنیم. کافیه توی اکستنشن یه جستجو بزنیم و PHP IntelliFence رو کلیک بکنیم و اینستال بکنیم. خب این از این اینستال که شد، باید بریم سراغ اون امکانات و اکستنشن تو کار خود VS Code که برای PHP هست. اونو دیگه لازمش نداریم، اونو غیر فعال میکنیم. این خودش همه فن حریفه و نیاز به اونها نیست. برای اینکه اونو پیدا بکنیم باید بگیم که برو سراغ اکستنشن های بلت این، یعنی تو کار. خب چه اکستنشنی جستجو میکنم؟ بازم اینجا اکستنشن زیاد داریم، درسته؟ جستجو میکنم، میگم PHP. اینو که پیداش کردیم PHP language features کلیک راست و دیسیبلش میکنیم که غیر فعال بشه و فقط همون PHP IntelliFence فعال باش. و نکته آخر این ویدیو هم این که ممکنه ما در طول دوره باز نیاز به اکستنشن های بیشتری داشته باشیم که با توجه به نیازمون میایم نصب میکنیم. من نمیام همین اول همه چیزو بیام نصب کنم، نه، همین کفایت میکنه برای شروع. اما در طول دوره اگر لازم بود سراغ اکستنشن ها و نصبشون خواهیم اومد.